سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه مجگان هستم به کانال من خیلی خوش اومدین تو این ویدیو آموزش کامل این شال رینگی رو میبینید که من از یک مدل بافت خاص برای این شال رینگی استفاده کردم که مدل بافتش این شکلیه حالت دنده های موجدار سوراخدار هست حالا از نزدیک بهتون نشون میدم و مست همین کلاهی هست که من ویدیوش رو قبلا داخل کانال گذاشته بودم این کلاهی که نخ رو چهار کرده بودم و کلام کلوفتر شده که آموزشش قبلا داخل کانال گذاشتم لینکش رو براتون این بالا میذارم و میتونید برید اونجا تماشا بکنید این کلاه و این شال رینگی خیلی به همدیگه میخورن و ست خیلی قشنگی هستن قبلا آموزش این مدل بافت رو به صورت رشه رفت و برگشتی و از روی نقشه داخل کانال گذاشتم کلینکش رو براتون این بالا میذارم و اگه میخواید میتونید برید اونجا در حالت رفت و برگشتی شو تماشا بکنید و داخل این ویدیو به صورت گردبافی این مدل رو آموزش دادم و برای این شال رنگی استفادهش کردم این شال نسبتاً بلنده و میتونید حتی روی سرم بندازید و به عنوان روسری و کلاه هم میتونید یه جورایی استفاده بکنید این قسمت پایین به صورت کشباف یک در یک بافته شده این قسمت بالا هم به صورت کشباف یک در یک بافته شده در واقع بالا و پایینش هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن و از این کانوا استفاده میکنم که کانوای 100 درصد کتان هست 50 گرم و 180 متر گفته از میله دو نیم و سه استفاده کنید که من از میله دو نیم استفاده کردم و نمونم رو با اون بافتم اومدم من نمونه ای که میخوام بافم رو یه مقدار بافتم برای اندازه که دستم بیاد چه مقدار دانه باید سر بندازم از اینجا من مترم رو میذارم و از این قسمت تا اینجا به 10 سانتی رسیدم و متناسب با اون کاموا و این میلی که من دارم استفاده میکنم 10 سانتی متر برای من میشه 27 دانه اندازه گیری کاموا رو انجام دادیم برای من 27 دانه شد 10 سانتی متر من میخوام ارزش شالم تقریبا 90 سانتی سانتی باشه و خب 90 سانتی متر در نظر میگیرم شالمون حالت رینگی داره یعنی به صورت گرد بافی بافته میشه بعد تعداد دانه ها میشه حاصل ضرب این عرض شالمون یعنی 90 سانتی متر ضرب در حاصل تقسیم 27 تقسیم بر 10 که میشه 2 ممیز 7 پس 90 سانتی در 2 ممیز 7 دانه حاصل ضربش میشه 243 تا دانه بعد تعداد دانه‌ای که می‌خوایم سر بندازیم اینجا نوشتم 244 تا دانه به اضافه یه دانه که این یه دانه برای گرد بافیه و بعدن از میل خارج میشه و حساب نمیشه و 244 تا اینجا よし دانه خواهیم داشت که این دانه هایی که سر می دازیم این دانه های نهایی که باقی میمونه باید مذربی از دو باشه چون میخوایم کش بافه یک در یک ببافیم و باید مذربی از دو باشه تعداد دانه ها برای مدل بافتمون باید مذربی از نه باشه الان این 243 تایی که اینجا حساب کردیم خودش میشه مذربی از نه یعنی وقتی تقسیم بر نهش کنیم یه عدد صحیحی به دست میاد یعنی بر نه بخش پذیر 243 تا دانه ولی خب ما کش بافه یک در یک داریم کشباف یک در یک هم باید مزربی از دو باشه از اون برم مدل بافت رو داریم که باید مزربی از نه باشه اینجا ما یک دانه اضافه کردیم که برای مزربی از دو و موقع کشباف میایم به این صورت دانه سر میندازیم و کشبافمون رو انجام میدیم و بعدش که میخوایم مدل بافت رو شروع بکنیم بعد از کشبافمون بعد یک دانه از این دانه ها کم میکنیم و به 243 تا دانه میرسیم که مزربی از نه پس ابتدای کار من میام 245 تا دانه سر مینداز. از این میل استفاده میکنن که میل سیمی 60 سانتی متر و اندازه قطر میل هاش هم دو نیم هست میل هاش به این شکل برای راحتی باف حالت برآمدگی روش هست و این شکلیه و هیچ فرقی با میل عادی نمیکنه ولی خب کار باهاش یه کمی راحت تره و به این صورت میام 245 تا دا دانه سر میندازم یکی دو تا سه 4, 5, 6, 245 تا دانه سر انداختم با اون یک دانه اضافه این سمت و اون سمت کار رو به همدیگه وصل بکنیم برای این کار یک دانه از میره سمت چپ بر میدارم می داخل میره سمت راست بعد اولین دانه میره سمت راست رو از روی این رد میکنم و جابجاشون میکنم و این یک دانه ای که انداختم میره سمت چپ رو از داخل میر رها میکنم به این صورت این دو تا نخ رو میگیرم و سفت میکنم برای ابتدای کار یکم کش کشباف یک در یک میبافیم همونطوری که داخل محاسبات بهتون نشون دادم یه دانه به زیر میبافیم به این صورت یه دانه به رو یه دانه به زیر یه دانه به رو یک دانه به زیر یک دانه به رو پس همینطوری یه دانه به زیر یه دانه به رو بافته میشه تا این قسمت و همینطوری هم دیگه دانه های زیر به زیر و دانه های رو هم به رو بافته میشه دو سانتیمتر این قسمت به صورت کش باف بافته شده و الان دیگه میخوایم بریم اون طرحی که اول ویدیو بهتون نشون دادم رو بافیم فقط ما این نقطه وسط رو در نظر میگیریم و همینطوری این رج ها بافته میشه الان اینجا فقط رج های روی کار هست و های پشت نوشته نشده اگه به صورت رچ رفت و برگشتی به بافیم رچ پشت همه به رو بافته میشن ولی چون ما داریم گرد بافی میکنیم و فقط از یک سمت کار می بافیم و دیگه رج پشت نداریم اینجا رچ هایی که نوشته نشده مثلا رج دو رج چهار رج شیش تمام دانه ها به زیر بافته میشه این علامتی که اینجا هست یعنی دانه رو به زیر می بافیم و این علامتی که اینجا هست یعنی اینکه ما یک دانه اضافه می کنیم یک دایره ای هست که تو خالیه یعنی یک دانه اضافه می کنیم به اصطلاح یک جوته اضافه می کنیم دوباره اینجا به زیر بافته میشه بعد دوباره یک دانه اضافه میشه به زیر بافته میشه به زیر بافته میشه این علامتی که یک حالت خط مورب هست به این سمت یعنی به سمت چپ یعنی ما دو تا دانه رو با هم دیگه می گیریم و به سمت Chop. با هم دیگه یکی می کنیم و این علامتی که اینجا هست یعنی اینکه دو تا دانه رو با هم دیگه می گیریم و به سمت راست با هم دیگه یکی می کنیم تمام علامتهایی که این قسمت توضیح دادم همینطوری این, این قسمت های بالا هم هستن رج اول رو میایم تمام دانه ها رو به زیر می بافیم این دو تا دانه رو با هم دیگه یکی می کنم تا اون یک دانه اضافه کور بشه و تعداد دانه ها مذربی از نخ بشه برای این کار دانه اول رو به این صورت از میر خارج می کنم. دانه دومم به این صورت از میل خارج میکنم به میل برمیگردونم و دوتا رو به این صورت یعنی میلم از پشت میره و به زیر میبافم الان من اون یه دانه اضافه رو کور کردم و دیگه تمام دانه ها به زیر بافته میشن یک رجه کامل. الان اینجا به زیر به زیر بافته میشه دانه بعدی به رو هست اونم به زیر بافته میشه. به زیر بافته میشه زیر و تمام دانه ها رو یک دور کامل یک رج کامل به زیر می یک دور کامل تمام دانه ها رو به زیر بافتم و الان میخوایم مطابق با نقشه طرح اصلیمون رو ببافیم به این صورت که دانه اول به زیر بافته میشه دانه دوم به زیر بافته میشه بعد از اینکه دو تا بافتیم یه دونه دانه اضافه میکنیم به این صورت بعد یه دانه به زیر میبافیم یه دانه اضافه میکنیم به این صورت بعد دو تا به زیر یکی دو تا دو تا دانه بعدی رو با هم دیگه میگیریم به این سمت میخوایم کور بکنیم میایم جهتشون رو عوض میکنیم به میل بر میگردونیم دو تا رو به این صورت میگیریم از این قسمت پشت و با همدیگه یکی میکنیم به زیر می بافیم بعد دو تا دانه بعدی رو میخوایم به این سمت کور بکنیم همونطوری که هستن میایم به زیر می بافیم دو تا دانه رو با هم می گیرم و به زیر بافته میشه نه تا دانه رو به این صورت مطابق با نقشه بافتیم بعد دوباره نه تا بعدی همین جوری تکرار میشه دو تا به زیر می بافیم یه دونه دانه اضافه می کنیم یه دونه به زیر می بافیم یه دونه دانه اضافه می کنیم دو تا به زیر می بافیم بعد دو تا دانه بعدی رو با هم می گیریم. به این سمت می کور بکنیم جهتشون رو عوض می کنم به میل بر می و به این صورت از قسمت پشت به زیر بافته میشن و دو تا دانه بعدی رو به این سمت میخوام با همدیگه یکی بکنم به این صورت میگیرم دو تا رو و به زیر بافته میشه دوباره همینطوری انجام میدم دو تا به زیر میبافم یه دونه دانه اضافه میکنم یکی به زیر میبافم یه دونه دانه اضافه میکنم دو تا به زیر میبافم دو تا دانه بعدی رو به این سمت کور میکنم و دو تا دانه بعدی رو به این سمت کور میکنم دو تا رو همینطوری به صورت عادی میگیرم و به صورت عادی به زیر بافته میشه به این صورت این نه تا ترتیب رو همینطوری تکرار میکنیم تا این قسمت اون ترتیب رو همینطوری تکرار کردم الان برای رج دوم که توی نقشه نوشته نشده میایم این کار رو انجام میدیم که تمام دانه ها رو یک دور به زیر میبافیم الان دانه اول به زیر بافته میشه به زیر این دانه ای هم که اضافه کرده بودیم به این صورت به زیر بافته میشه این دانه به زیر بافته میشه و این دانم که اضافه کرده بودیم به این صورت به زیر میبافیم به زیر بافته میشه تمام دانه ها به این صورت به زیر بافته میشن رج دومم تمام دانه ها رو به زیر بافتم الان رج سوم برای رج سوم مطابق با نقشه دقیقا مثل رج اول میایم اون نه تا ترتیب رو پشت سر هم تکرار میکنیم به این صورت که دو تا به زیر میبافیم یکی دو تا بعد یه دانه اضافه میکنیم یک دانه به زیر میبافیم بعد یک دانه اضافه میکنیم بعد دو تا دانه به زیر میبافیم این دو تا دانه رو به این سمت کور میکنیم دو تا دانه بعدی رو به این سمت کور میکنیم همونطوری میگیریم و به زیر بافته میشن این از نه تا ترتیب اول بعد دوباره همین رو انجام میدیم دو تا به زیر یکی دو تا یه دانه اضافه میکنیم یکی به زیر میبافیم یه دانه اضافه میکنیم دو تا به زیر میبافیم بعد دوتا دانه بعدی رو با همدیگه میگیریم و به این سمت کور میکنیم جهتشون رو عوض میکنم و به این سمت میبافم دوتا دانه بعدی رو به این سمت کور میکنیم همینطوری گرفته میشه و به زیر بافته میشه به این صورت پس این نه تا ترتیب رو همینطوری پشت سر هم تکرار می کنیم تا این قسمت دقیقا مثل رج اول و رج بعدش که رج چهارم هست مثل رج دوم بافته میشه یعنی تمام دانه ها به زیر بافته میشه و این دوتا رج رو همینطوری پشت سر هم تکرار می کنیم تا به ده رج برسه ده رج اول رو مطابق با نقشه اینطوری بافتم و الان میبینید که این دنده ها به این سمت هستن این دنده ها به این سمت بافته شدن از رج یازدهم تا رج بیستم هم که همه دانه ها به زیر بافته میشن اینجا ترتیبمون عوض میشه از رجه 11 یازدهم ترتیب عوض میشه و این شکلی میشه یعنی میایم دو تا به زیر میبافیم دو تا را با هم یکی میکنیم به این سمت بعد دو تا را با هم یکی میکنیم به این سمت بعد دو تا به زیر بعد یه دونه دانه اضافه میکنیم یه دونه به زیر میبافیم یه دونه دانه اضافه میکنیم و دوباره این نه تا همینطوری تکرار میشه الان 11 هستی و مطابق با نقشه به این صورت انجام میدیم نه تا دانه در نظر می گیریم و و دو تا به زیر می بافیم یک دو دو تا که به زیر بافتیم دو تای بعدی رو با هم دیگه می گیریم و به این سمت کور می کنیم برای اینکه به این سمت کور بکنیم جهتشون رو عوض می کنیم به میل بر می گردونم. دو تا رو با هم می گیرم به زیر می بافم دو تا بعدی رو می به این سمت کور بکنیم همونطوری که هستم می گیرم و به زیر بافته میشه دو تا به زیر می بافیم. یک دو بعد یه دونه دانه اضافه می کنیم یه دانه می بافیم و یه دونه دانه اضافه می کنیم دوباره نه تا نه تا در نظر می گیریم و دو تا به زیر می بافم دو تا دانه بعدی رو با همدیگه دیگه می گیرم و میخوام به این سمت کور کنم جهتشون رو عوض می کنم به میل برمیگردونم. و این دوتا رو به این صورت میگیرم به زیر میبافم از پشت دوتای بعدی رو میخوام با هم بگیرم به این سمت کور کنم دوتا رو همونطوری که هست میگیرم به زیر میبافم بعد دوتا به زیر میبافم یه دونه دانه اضافه می کنم، یکی به زیر می بافم یه دونه دانه اضافه می کنم دوباره همین ترتیب نهتایی رو انجام میدم این رجه یازدهم بود و رجه دوازدهم تمام دانه ها به زیر بافته میشن دانه اول به زیر دوم هم به زیر و همینطوری تمام دانه ها به زیر بافته میشن رج دوازدهم هم, هم تمام دانه ها رو به زیر بافتم الان رج سیزدهم رو دقیقا مثل رج یازدهم انجام میدیم که نقطه نقطه اون ترتیب رو انجام میدیم که دو تا به زیر می بافیم دو تا رو با هم میگیریم و به این سمت کور میکنیم جهتشون رو عوض میکنم به میل برمیگردونم و به زیر بافته میشه دو تا رو به این سمت کور میکنیم همونطوری گرفته میشن به زیر بافته میشن بعد دو تا به زیر میبافیم یه دونه دانه اضافه میکنیم یکی به زیر میبافیم یه دونه دانه اضافه میکنیم همین ترتیب رو انجام میدیم دو تا به زیر دو تا به این سمت کور میکنیم جهت عوض میشه به این سمت کور میشه و دو تا به این سمت کور میکنیم دو تا رو با هم میگیریم به زیر میبافیم دو تا به زیر بافته میشه بعد یه دونه دانه اضافه میشه یه دونه به زیر بافته میشه یه دونه دانه اضافه میشه و همینطوری این ترتیب تکرار میشه توی رج 13 و 10 رج به این صورت بافته میشه یعنی از رج 11 هم که به این ترتیب بافتیم تا رج 20 هم. همینطوری این ترتیب تکرار میشه وقتی که این 10 رج رو بافتیم تا رج 20 هم. یعنی از رج 11 هم تا رج 20 رو بافتیم بعد دوباره میایم مثل رج اول می میبافیم و 10 رج به این صورت میبافیم و دوباره این دهرج بعدی رو میبافیم این دو تا دهرج دهرج پشت سر هم تکرار میشه یعنی این 20 همینطوری پشت سر هم تکرار میشه همونطوری مدل بافت رو بافتم و اون 20 رو همینطوری پشت سر هم تکرار کردم و اینقدر بافتم از این قسمت دانه ها که روی میله تا اینجا سی و سانتی متر بافته شده هر کدوم از این حالت های موربی که اینجا هست حالت های موجداری که اینجا هست ده رج میشه اینا هر کدوم از اینا ده رج میشه و هر کدوم از اینا میشه بیس رج و این بیس رج همینطوری پشت سر هم تکرار شده الان من براتون میشمارم که ببینید چند رج بافتم یکی، یه دونه بیس رج، دوتا، سه، چهار، پنج، شیش و هفت هفتا این بیستا تکرار شده یعنی هفتا بیستا میشه صد و چهل رج پس من صد رج مدل بافت رو بافتم از اینجا به بعد میخوایم یک کش باف کوچولو برای قسمت بالا ببافیم برای قسمت بالا که میخوایم الان کش باف ببافیم از میل دو میلیمتر استفاده میکنیم اینجا دو نیم هست که مدل بافت رو باهاش بافتیم و الان میام میلم رو عوض میکنم و از میل شماره دو میلیمتر استفاده استفاده برای کش باف که حالت جمع شدگی داشته باشه 243 تا دانه روی میل داریم خب مدل بافتمون رو اینطوری بافتیم که مزربی از 9 باشه و الان برای کش بافمون باید مزربی از 2 باشه و یک دانه باید اضافه بکنیم که 243 تا بشه 244 تا مثل ابتدای کارمون که اومدیم سر انداختیم تا دانهامون هامون مزربی از 2 باشه برای کش باف یک در یکمون برای این کار از ابتدای رج میایم با میل سیمی جدیدمون شروع میکنیم و هم ابتدا یک دانه اضافه می کنیم. اینجا ابتدای رج هست من علامت گذار رو اینجا بر می دارم دوباره انتهای کار وارد بافتم میکنم. پس می آیم دانه اول رو به زیر می بافیم یه دونه زیر دانه اول به زیر بافته میشه بعد الان یه دانه اضافه میکنیم یکی به زیر که بافتیم بعد میایم این نخی که مال رج قبلیه بین این دوتا دانه است این نخی که اینجاست رو به این صورت بر می دارم و میندازم داخل میله سمت چپ و الان یه دونه به زیر بافتم و این دانه ای که اضافه کردم رو به رو میخوام ببافم ببینید نخ روی کار و این قسمت دانه رو به این صورت میگیرم و دانه رو به رو میبافم پس یه دونه زیر و یه دانه اضافه کردیم به رو بافتیم الان اون یه دانه رو اضافه کردیم و دیگه 244 و و تا دانه داریم و مزرعی از دو هم هست بعد دیگه میایم همونطوری کشباف یک در یک میبافیم یعنی یه دونه زیر یه دونه رو دانه بعدی به زیر یه دونه زیر دانه بعدیش به رو یه دونه به زیر به این صورت یه دونه به رو به این صورت یه دونه به زیر یه دونه به رو یه دونه به زیر یه دونه به رو پس همین طوری یه دونه به زیر یه دونه به رو میبافیم تا انتهای رج یه چند رج دقیقا مثل تعداد هایی که برای کشباف پایین بافته بودیم می برای این قسمت هم همونقدر میبافیم و دیگه بعدش کار رو باید کور بکنیم قسمت کشباف این بالا رو به صورت یک در یک دقیقا مثل قسمت پایین شیش رج بافتم و میخوایم یه طوری کور بکنیم که این قسمت بالا هم یه حالت کشباف داشته باشه و برای این کار میایم به این صورت انجام میدیم که دانه اولمون به زیر هست و قبلش یک دانه اضافه میکنیم به این صورت یک دانه اضافه میکنم و این دانه رو به زیر می بافم بعد این دانه ای که اضافه کردم رو از روی این دانه که به زیر بافتم رد می کنم و این دانه رو می کشم بیرون بعد دانه بعدی به رو هست و یک دانه به این صورت اضافه می کنم و این دانه رو به رو می بافم الان سه تا دانه روی این میل داریم و به ترتیب وسطی و این رو از روی این دانه رد می کنیم اول وسطی رو از روی این دانه رد می کنم میکشم بیرون بعد این دانه رو از روی این رد می کنم و میکشم بیرون بعد دانه بعدی به زیر هست به این صورت یک دانه اضافه می کنیم به زیر می بافیم. دوباره سه تا داریم. وستی رو از روی این دانه رد می کنم. اینم از روی این دانه رد می کنم و می کشم بیرون. دانه بعدی به رو هست و میام یک دانه به این صورت اضافه می کنم و دانه رو به رو می بافم. این دانه رو از روی این رد می کنم. این دانم از روی این رد میکنم پس همینطوری تا انتهای کار به این ترتیب کور میکنم این قسمت بالا رو به این صورت کور کردم و این قسمت بالا حالت کشی داره اینجا دیگه انتهای کارم هست اینجا اومدم دونه آخر رو کور کردم و این نخ اینجا رو باید به این ور وصل بکنم نخ رو داخل سوزن میکشم این نخی که باقی مونده و این طرف و اون طرف رو به همدیگه وصل میکنم این نو وصل کردن ابتدا و انتهای کارها وقتی که کور میکنیم رو قبلا داخل کانال گذاشتم ویدوش رو که لینکش رو براتون این بالا میذارم و میتونید برید اونجا تماشا بکنید شال رینگیمون که یک حالت روسری مانندم میتونه داشته باشه آماده شد و بافت خیلی قشنگی هم داره امیدوارم که استفاده بکنید و لذت ببرید از بافتنی لذت ببرین و تا ویدیو بعدی خدافظ